سلام ما وخت مو په خیر آغاز روز خبرونه ته خره خلاص ډیر قدر مونږ دلته کول کزر انګه چې د سوداګری او پنګوري خونی مسولین په پاکستان شاوخوا 2000 کانټینر سوداګری ستوکی درولې دي دا چې د کورنی فصل کې اغیزه د هیواد پر اقتصاد او د خلکو په سرخان کې د شی ولی دولت مخکې لمخکې دغه ډول سوداګری زو توکو د بندیتو لار چاره حل لار چاره نه درلودلې او واقعا څومره حدود څومره مالونه دي د ترانزیت دي که د تجارت او د تورت نور حق بوتن دي چې پرې باندې بس لروسیا په سرلای اقتصادي کارپو د سکایپ لاله دي سره دي بس بلده سره دي مرک اغلی په سرلای سلام او وخت مو بخیر سلام تاسو مرنه سلامت وسی اغلی په سالی پټول کې کوی چې حدودا دا څومره مالونه دي دا د ترانزیت دي او که تجارت مرنه په دغه کې ترانزیتي اموال هم شته تجارتي اموال هم ولې تجارتي اموال بخي زیات دي ترانزیت بخي کم دی تجارتي اموال مو په سپین بولده تورخم همدارنګه په کراچۍ کې درول شوی دي تمه دا و چې پرون نه وړمه ورځ دا لاره خلاص شي او د خلکو په وړاندې زموږ د سوداګرو په وړاندې باید نورې ستونزې نه وي د خلکو لپاره لاره پرانیستل شوی هغه هم احتیاطي چې خلک راشي دې خواته د افغان حکومت په هم ورته امادګي شوی ولې د تجارت په وړاندې لا اوس پورې تړلی زموږ کانټینرې زموږ موټران د کرښې هر غاړې ته درول شوي دي قربان جرایم راځي همدارنګ د جنشن راځي پاکولي ورنه خپل کیږي دا یو فاجعه ده او زه تو کې اکثر تا خصوصي ودی د دبليو ټي او د اصول خلاف ده باید حکومت دا برخې کې راس پکار شي اقدامات وکړي ترڅو دا سوزه په جدي ډول وساري کچري د خپل منځي مذاکرات او د لارې دا سود نه حلېږي دبليو ټي او کې زموږ باساز شته دي باید فشار راولسي زموږ د بنولي نخونی نمایندگی په افغانستان کې شته د دې د لارې باید ICC انټرنیشنل کمره اف کامرس سره د موضوع شریک شي ولزم موټر شرط درول شوی دی هر څومره چې زر امکان لري باید خلاص کې په داخل کې کوم موقع نه لرو مارکیټ خالی دی کوکو ته ضرورت در راکیټ کوکو ته صحیح کوکو ته شدیدن ضرورت احساسیږي او دا اوضاع ورته چې اوضاع ده چې دلته باید نور خپل سیاسي فشارونه پرې غوډل شي دلته د بشر دوستانه د اصولو له مخې باید پر مخ لاړ شي اغلی مسئله د دغو توکو نه رسیدل مارکیټ ته څومره خساره اړولی شي مارکیټ کې مواد نشته څومره چې مواد کم وي تقاضا لوړه وي عرضه کمه وي قیمتونه لوړیږي زموږ خلک بیچاره دي غریب دي لوړه بیه نشي کولی چې دا توکي واخلي او بل خو نه دغه کورونای وضعیت په داخل کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی نه اواز زموږ د افغانستان بلکې د اکثر هیوادونو خپله د پاکستان اقتصادي وضعیت هم ډیر زیات بحرانی دی خراب دی نو دا لارې چې بند دي توکي په وخت نه رسیږي د خلکو تقاضا نه پوره کیږي قیمتونه لوړیږي مشکلات زیاتیږي ممکن چې کچیر نور لارې پیدا نشي او هوایی دهلیزونه هم تړلې وي او دا د شمال لارې موږ کوم توکي چې افغانستان ته وردو دا لارې هم که د ستونزو سره مخامخ شي نو مطمئن اغلی مسئله د دې ترڅنګ چې هم مارکیټ ته خساره اړوي هم په نرخونو باندې اغیزه کولی شي اقتصاد له زور سره مخامخ کوي خپله د دغو مالونو تمدیدېدل هلته څومره جریمه نوره اړوي جرایم ورباندې د ورځې د کار یو کانټینر په سر یو نیم سل ډالره د یو سل پنځه ویشت نه تر یو نیم سل ډالره پورې ورباندې راځي دا هغه موضوعات دی چې د تجارت لخوا ویل شوي دي چې زموږ هر موټر همدومره پیسې ورکوي په کراچۍ کې هم پیسې ورکول خاک پولي اخیستل کېده کرایه ورباندې راتله خو په کراچۍ کې کوم خاک پولي چې اخیستل کېده هغه معاف شوی ډیټینشن ورباندې نه راځي وویل چې دا یو پورانی وضعیت دی ولی لا تر اوسه پورې په تورخام او سپین بولدک کې دا موضوعات نه دي حل شوي میکانیزم هم ورته جوړ شوی و چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا پاکستان سره شریک شو او زموږ د افغانستان د تجارت وزارت لخوا هم زموږ دا خواته د سفارت سره شریک شو چې دا موضوع باید یو میکانیزم پر اساس حل شي ولا تر اوسه پورې حل شوی نه دی بدبختانه ستونزې همدغسې جریان لري دغه کارونه باید په جدیت سره مدیریت شي هر ورځ چې تیریږي موږ باندې جرایم راځي موږ باندې په ډیټینشن راځي خاک پولي موږ اخیستل کیږي موږ ته بیا جنس د خپل د اصلي قیمت نه ډېر لوړه قیمت تمامیږي بیا موږ نشو کولی چې هغه په ټیټ بیه
خوبلو رو اوات از موږ اکثر تو کی فاسدی کی قصاکی کی لمن ززی نو زمو غختنه دوړو هوادونو څخه ده چې دغه برخه کې د هوستن نیت نه کار واخلي او د سوزې به تر څو په چیز امکان لري هر شي په مقابل کې اغلی پسالی د حکومت خاموشي ډیره اوږده ده دلیل یې څه کې ګوري حکومت خاموشي تاسو مغه ګوري بلی او نو استاذ غاک د حکومت خاموشي بدبختانه وایم چې دوی کوم مذاکرات پیل کړي وو دغه مذاکرات هغه نتیجه چې باید ورکړي لا تر اوسه پورې نه دی ورکړی نو ډېر قدر منو لیدونکو لکه څرنګه چې اقتصادي کاپوس هم پسرلی و د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې پاکستان شاوخوا 2000 کانتینره سوداګریز توکي درولي د دې ترڅنګ چې دوه ورځې کېږي د تورخم لاره د مسافرو پر مخ پرانیستې ده هغه هم د یو دریو محدودو ورځو لپاره خو دغه کانتینرونه هلته بند پاتې دي حکومت یې په مقابل کې خاموشي ډېره اوږده ده او نرخونو باندې اغیزه ډېره کیدلی شي سوداګرۍ خونه وایي چې دا به په قیمت باندې ډېره اغیزه ولري بیا هم اغلی پسرلی راسره دی ښاغلی پسرلی د حکومت د خاموشۍ دلیل څه کیدلی شي حکومت خاموشی داده چې مذاکرات لا تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې او حکومت پاکستان پر وړاندې نور د فشار آلې نه لري چې دغه نه استفاده وکړي بېل دې چې د پاکستان د پریکړو په تمه واوسي او بل داده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه تیرو څلور پنځو کلونو کې سیاسي کړکېچ اوج ته رسېدلی و زموږ ترمنځ مذاکرات کم و او همیشه د زور او زیاتې خبره کېده او د فشارونو خبره کېده که پاکستان موږ باندې تورخم تړل نو دلته په افغانستان کې بیا حکومت ویل چې موږ تورخم ته ضرورت نه لرو موږ کولی شو چې د هوایي دهلیزونو د لارې یا د نورو د لارې موږ خپل ضرورتونه پوره کړو مثلا د ستونزو د حل دپاره دواړه هیوادونه د مذاکراتو د لارې په منظم شکل کار وانخیسته او هغه نتیجه ورنه کړه اغلی پسرلی په ټوله کې ولی افغان سوداګر له پاکستان نه بیلیږي لنډه لاره ډیره مهمه ده او که اوږد مسیر هغه هم له تاوانه ډک مثلا ولی د خلیج فارس منځنی آسیا یا نورو دهلیزون څخه استفاده نه کوي اصله چې سوداګر هم مجبور دي چې خلکو ته وخت توکي ورسوي موږ د پاره تاسو پوهیږئ چې پاکستان نږدې ګاونډی دی او د نورو ګاونډیانو په نسبت تر ټولو ډېر لوی هغه لیکه چې موږ لرو کرخه چې لرو د پاکستان سره لرو نو بیا د دونه تاوان سره یا دومره کانتینرونه چې هلته ولاړ دي تاسو خپل اشاره ورته وکړه چې مواد مالونه فاسده کېږي خوساکېږي خرابېږي تاوان مارکیټ ته اړوي په نرخونو باندې اغیزه کولی شي دا بیا خورا مهمه ده او که نه اوږد مسیر اوږد مسیر هر یو هیواد ځان ته لارې لري او ځان ته توکي لري موږ مثلا وړه چې د قزاقستان افغانستان ته واردو هغه وړه نشو کولی چې مثلا د ایران او د بل ځای نه وارد کړو ځکه قزاقستان دی چې وړه تولیدوي په هماغه کیفیت چې موږ غواړو دغه ځای نه موږ واردو ولی ځینې توکي داسې دي چې موږ د پاکستان نه واردو ځینې توکي داسې دي چې د انډیا نه واردو ځینې توکي داسې دي چې د چاینا نه واردو اوس چین نه چې موږ توکي واردو موږ مجبور چې کراچۍ بندر باندې افغانستان ته وارد کړو بل لاره ورته نه لرو یو هغه د ریل پټلۍ لاره وه چې جوړ سوی وه چې مستقیم موږ د چین سره وصل کېدو هغه هم یو نمایشي کار و نتیجه ورنه کړه یو دوه درې ځلې ریل افغانستان خاورې ته ورسېده ولې بېرته ولاړه بیا متوقف شو نتیجه ورنه کړه دلته اوس موږ درې بندره د پاکستان سره لرو تورخام دی سپین بولدک دی غلام خان دی دا رسمي بنادر دی ولې غیر رسمي بنادر او لارې خو ډېرې دي نو تاسو وګورئ بل هیڅ یو هیواد نشته چې موږ دومره لوړه کچه هغوی سره بنادر ولرو یا هلته ذخیرې ولرو یا د هغوی د خاورې نه استفاده وکړو یا راکړه ورکړه ولرو بل دا ده چې اخواته د کرښې اخواته زموږ خلک هلته دي هلته شناخت لرو ژبې مشکل نشته فرهنګي ستونزې نه لرو په هغه اخواته موږ ته اسانه او زموږ سوداګرو لپاره اسانه تمامېږي بله موضوع دا ده چې فکر وکړي تاسو چې تاسو د شمالي هیوادونو کچیر جنس راوړی او دا نګرار ته راوړی کونړ ته راوړی خوست ته وړی پکتیا ته وړی هغه ولایتونو ته چې د پاکستان سره سرحد لري هغوی ته کچیر تاسو دا جنس وړی نو ډېر په لوړه بیه تمامېږي ډېر قیمته تمامېږي بیا د پاکستان نه کچیر دلته وارد کړو ډېر په ارزانه بیه تمامېږي اوس په دغه کورونایي فصل کې
څومره منفي اغیزه په هیواد په اقتصاد باندې درلودلی شي؟ له یوې خوا په افغانستان کې دوکانونه هټۍ ټولې بندې دي، له بلې خوا دغه 2000 کانتینره چې هلته ولاړ دي، څومره جریمه چې پرې راځي، څومره مواد چې فاسده کېږي، بېرته وکله چې کابل ته را رسېږي، څومره منفي اغیزه په اقتصاد باندې درلودلی شي؟ بدبختانه تر هغه وخته پورې چې موږ په یو تولیدي هیواد بدل نه شو، په یو صنعتي هیواد بدل نه شو، په یو ترانزیتي هیواد بدل نه شو، موږ په داخل کې خپله تولید ونه لرو، امکانات ونه لرو، دغسې فشارونه به موږ باندې ډېر زیات وي، زموږ خلک به ډېر زیات زیان کوري، زموږ سوداګر به زیان کوري، او همیشه دغسې په مارکیټ کې د موادو د نشتون سره به مخامخ کېږو. دا هم زموږ سوداګرو دپاره یو لوی بحران دی، هم خلکو دپاره دی، او هم حکومت دپاره یو لوی بحران رامنځته کوي. نو دا اوسنی کار نه دی، دا د نن ورځې کار نه ده. په دې دغه تېرو شلو پنځوس تر څلوېښتو کلونو پورې چې موږ دې شاهدان یو، کله سپین بولدک بندېږي، کله تورخان بندېږي، کله غلام خان بندېږي، کله زموږ سوداګر اخواته اختلاف کېږي، هغه وهل کېږي، پیسې ورنه اخیستل کېږي، او کله دې خواته ورته مشکلات جوړېږي. نو حکومت ته په کار دا و چې په دغه شل پنځه دېرش کلونو کې دلته داخلي ظرفیتونو باندې کار شوی وای، زموږ تولید باید ښه شوی وای. اوس زه ولې اوړه باید نورو هېوادونو نه وارد کړم؟ زه د اوړو د تولید ظرفیت لرم، زه د غنمو د تولید ظرفیت لرم، ځمکه لرم، اوبه لرم، هوا لرم، امکانات لرم، خلک لرم، بېکاره خلک، دوی نه باید دا استفاده وشي. که دغسې نه وي، نو دغه اوسنی اوضاع بحراني وضعیت دی، ډېر بد اقتصادي وضعیت رامنځته کړی. تاسو فکر وکړئ، یو کیلو لیمو په کابل کې تر پنځه سوه افغانیو پورې رسېدلی، یو کیلو هوږه څلور نیم سوه افغانۍ ده. همدغسې تاسو وګورئ، مالټې وګورئ، دا نور خوراکي توکي وګورئ چې ضرورت موږ ورته لرو، اوړه وګورئ، دا یوه اندازه قیمته سوي دي. دلیل دا ده چې موږ د نورو هېوادونو تابع یو. که نور هېوادونه همدا اوس تصمیم ونیسي چې موږ بحراني وضعیت کې یو، موږ تاسو وړو نشو کولای چې صادر کړو. موږ خپله حیران یو، ممکن په دغه یو کال کې چې د کرونا وضعیت ده، موږ خپل داخلي مارکیټ او ضرورت پوره کړو. نو هغوی حق لري چې خپل پسرلی څوک ګران بللی شو، تاجر که حکومت ډېری. د پاکستان دا لومړی ځل نه دی او وروستی ځل به هم نه وي، مخکې هم داسې تجربې موږ درلودلې. ډېری په دې باور دي چې یو شمیر تاجران د پاکستاني استخباراتو ادارې سره په مشورې باندې دغه کار کوي تر څو افغانستان یو تړلی هیواد په توګه پاتې شي. په دې اړه څه نظر لري؟ دا ډېره غلطه خبره ده، دا ډېره غلطه خبره. سوداګر هېڅکله داسې نه غواړي چې ځان یو هیواد پورې وتړي او په ځان فشار وارد کړي. همدا اوس فکر وکړئ، زموږ 2000 نه تر نیولی تر 14000 پورې موټر او کنټینر اخوا ته ولاړ دي، زموږ اموال فاسدېږي، له منځه ځي، خو موږ ته ضرر کېږو. زموږ اموال وسوځېده، خراب شو، له منځه ولاړه. موږ حکومت چې دا لاره خلاصه کړه موږ ته، یا مثلا پاکستان نه زموږ غوښتنه ده. همدا تاسو فکر وکړئ، موږ دومره ډېر فشار په افغان حکومت باندې نه دي راوړي، دا ته څومره چې فشار په پاکستان باندې را وړي دي. په نړیوال سټیج کې پاکستان یادېږي، دلته موږ پاکستان یادو، په خپل رسنیو کې، په خپل سوشل میډیا کې، په خپل خبرو کې، په مذاکراتو کې، چې پاکستان دغه ستونزې باید جوړ نه کړي. ممکن استخباراتي کړۍ فعال وي، بېله شکه هم دلته هم هلته دوی فعالیتونه لري، ول دا ډېره مناسبه نه ده چې موږ ټول سوداګر په دې کې تورن کړو. پورې موږ د خلکو ستونزې حلو، سوداګر کار کوي، ستونزې حلوي، واردات لري. په افغانستان غوندې سیمه کې چې موږ ډېر زیات تاوانونه کوو، داسې تاوانونه چې حکومت موږ نه پیسې اخلي، زورواکي اخلي، طالب یې اخلي، قومي مشر یې اخلي، ولسوال یې اخلي، ښاروال یې اخلي. دا هغه موارد دي، هغه مصارف دي چې دا د سوداګر نه اخیستل کېږي. نو په داسې یو بحراني وضعیت کې چې دوی کار کوي او خلکو ته توکي رسوي، زه فکر کوم چې باید یو اندازه تقدیر شي. نو په دغه سي وضعیت کې د حل لاره څه کېدلی شي؟ اغلی پسرلی، د حل لاره دا ده چې موږ باید په ټوله معنا خپل داخلي تولید باندې کار وکړو، خپل ظرفیتونه باید وغوړو، باید پرمختګ وکړي. زموږ تولید دومره باید پرمخ لاړ شي چې په یو صادراتي هېواد بدل شو. نور د یوازنۍ حل لاره دا ده چې موږ په داخل کې خود کفا شو، نه مختلفې لارې پیدا کړو. ګورئ، حکومت غږ وکړه چې د چابهار بندر پرانیستل شو، نور موږ په تورخان باندې اتکا نه لرو. بیا حکومت غږ وکړه چې عطا مراد اقینه پرانیستل شو، موږ په تورخان باندې اتکا نه لرو. تاسو وګورئ اوس زموږ غږ کوم ځای ته رسېدلی، حکومت په کوم وضعیت کې دی. یعنی
چیرې فکر وکړي د سپین بولدګ او تورخم کې هیڅ مشکل نه وي، همدا اوس د چابهار بندر نه استفاده نسم کولی په هغه شکل کې چې باید زما توکي انتقالات ولري، نه کېږي. د عطا اقینه او عطا مراد لارې څخه چې موږ غوښتل د قزاقستان نه وړو افغانستان ته ورکړو، دغه درې ورځې کېږي چې یو سل ورځې کېږي چې دا مشکل حل سوی، کنه قزاقستان هم خپل برادر تړلی وو. یعنی د هغه موضوعات چې د هر یو هیواد لخوا ممکن یو عکس العمل زموږ پر وړاندې وښودل سي، یا لاره وتړل سي یا بندر وتړل سي. ممکن ایران ووایي چې زه نور تاسو ته انتقالات نه کوم، صادرات ځکه نه کوم چې وایروس خطر ده، او دا د هغه ده ستاسو خلک دلته تګ راتګ کوي، یو فاجعه ده. درسته ده، دا یې حق ده. یا ممکن موږ ووایو چې د پاکستان نه یا د ایران نه نور واردات نه کوو چې اوضاع خرابه ده، دا زموږ حق دی. د هغه وخت موږ ویلی شو چې موږ په داخل کې خود کفا اوسو، موږ خپله توکي ولرو، ګودامونه ولرو، سړې خونې ولرو، ذخیرې ولرو، او داخلي امکانات ولرو، تر څو خپل مارکیټ او خپل تقاضا باید یو وخته پورې موږ خپله پوره کړو. ډېره مننه اغلې پسرلی له تاسو څخه. د آغاز روز خبرونه دوام ته بیا هم خره خلاص ډیر قدر منې دور کړه، که څنګه چې په بلخ کې هم د ورځې په ګرځوندیز باندې محدودیتونه لګول شوې دي. زموږ همکار بشیر انصاري هم د شپې د سکایپ له لارې سره د لند څخه په بلخ کې د کورونا ویروس د مثبت پیښو ثبتېدو، همدارنګه د خلکو په ګرځوندیز باندې د محدودیتونو لګولو، او دا چې څومره خلک کېدل چې دغه برخه کې ژمن پنځه پن همدغه موضوعات باندې ورسره بحث لرو. ښاغلی انصاري سلام او وخت مو بخیر. سلام صبح شما بخیر. اغلی سری پټوله کې په بلخ کې د کورونا ویروس د مثبت پیښو په اړه په سر کې وایي، څومره پیښې تر اوسه ثبت شوې دي؟ متاسفانه با پنج واقع جدیده که دیروز ثبت شد، شمار مبتلایان ویروس کورونا در ولایت بلخ به 11 نفر رسید، که از جمله این 11 نفر 3 نفر فوت شده، 1 نفر شفایاب و بقیه تحت مداوا و معالجه در صحت عامه بلخ بستری هستند. همچنان امروز قرار است مرحله نهایی قرنطینه نمودن شهر آغاز شود. دیروز پنجمین جلسه کمیته حالات اضطرار کرونا در ولایت بلخ دایر شد و قرار است که امروز راه های منتهی به شهر مزار شریف از تمام ولسوالی ها و از تمام ولایات شمالی آغاز شود و این راه ها کلن مسدود شود به شهر مزار شریف، و حتی رفت و برگشت افراد که نیاز نیست به شهر برند، اونها هم امروز از طرف نیروهای امنیتی این قیدات وضع میشه. څومره به خلک متحده پاتې شي، یا تر اوسه هم چې د نن په ښار کې په تګ راتک باندې محدودیتونه لګول شوي دي په دې برخه کې؟ هرچند صبح زوده که ما بیرون شدیم در شهر، رفت و برگشت هنوز جریان داره، اما اینجا نزدیک مقام ولایت بلخ ما قرار داریم تا تیمی که این مسئله را تطبیق میکنن و نظارت میکنن معاون والی است، اونها هنوز از دفترشان بیرون نشدن و قرار است تا دقایق دیگه بیرون شوند و تمام جاده ها را مسدود بکنن، و از مردم هم جدا خواسته شده که از خانه هایشان بیرون نشن. تنها چند اداره که خدمات اجرا میکنه اونا تعطیل نیستند دیگه، سایر ادارات دولتی هم تعطیل شده سر از امروز. تنها ولایت، شهرداری، صحت عامه، بانک ها اینها باز می باشند و به سایر افراد که در چهار گشت بزنن بر از اونها اجازه داده نمیشه. څومره صحی چم توال نیول شده آمی روختیا ریاست؟ هم شهرداری و هم صحت عامه بلخ تدابیر جدی خود دارند در این راستا. همه روزه دو بار شهر مزار شریف سمپاچی و دواپاشی میشه به خاطر ضد عفونی کردن شهر از طرف شهرداری، و وقتی که امروز قرنطینه آغاز میشه و تا آخر ماه حمل ادامه پیدا میکنه، این ضد عفونی کردن را بیشتر میسازند. تا حال 480 هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده در شهر مزار شریف و 12 ناحیه شهر مزار شریف استفاده شده. دغه ضد عفونی کننده یوازې د دولت لخوا یا د عامې روغتیا ریاست لخوا، او کنه نور بنسټونه هم چې هلته کار کوي، که څه دولتي دي او که څه شخصي، په دې برخه کې د هغوی همکاري څنګه ده؟ به خاطر مبارزه با ویروس کرونا کمیسیون جور شده در شهر مزار شریف
در این کمیسیون که تحت نظر والی ولایت کار خود فعالیت میکنه، شمار زیادی از بازرگان ها هم سهم خود گرفتند، هم در قسمت کمک به فقرا، هم در قسمت مساعدت مواد ضد عفونی کننده که بسیاری از بازرگان ها به شهرداری داده و شهرداری و صحت عامه این پروسه را تطبیق میکنه. حتی در شهر دیده میشه که خود بسیاری از شرکت های تجاری هم کمک میکنن ادارات دولتی را و خودشان نفر استخدام کرده تا شهر و وسایط و جاهایی که مزدحم است اونجا را ضد عفونی بکنند. آقای انصاری، دیدی تر څنګه چې د کرونا ویروس مخبر خوریدو دی او چټکتیا پیدا کړی ده، دیدی تر څنګه نور روغتیایي مشکلات هم شته دي؟ آیا د بلخ عام روغتیا ریاست په دې برخه کې څه تدابیر لري؟ خدای مکړه که چیرې یوه ترهګریزه پیښه کیږي، یا یو بل مشکل پیدا کیږي، ناروغان ته په دې برخه کې څومره چمتووالی لري؟ به خاطر بیماران احتمالی ویروس کرونا در دو مکان جداگانه تدابیر گرفته شده، یکی در نزدیک فرودگاه شهر مزار شریف که اونجا قبلا حاج کمپ بود، در اونجا با گنجایش 200 بستر و همچنان شفاخانه ارتش در داخل شهر موجود است که او بیمارستان هم اختصاص دادن برای بیماران کرونا با ظرفیت 100 بستر و هم یک بخش از صحت عامه یا شفاخانه اوزوی ابو علی سینای بلخی را هم اختصاص دادن که فعلا بیماران کرونا در اونجا است. تدابیر جدی گرفته شده و یک بازرگان، یک بیمارستان شخصی خود اختصاص داده و یک دانشگاه خصوصی هم بیمارستان کادری خود اختصاص داده برای بیماران کرونا، یعنی تدابیر گرفته شده. اما اگر هشدارها جدی گرفته نشه، اما قسمی که دیروز هم ساعت همی بلخ هشدار داد که اگر جدی گرفته نشه و مردم در خانه های خود باقی نمانند، بدون شک فاجعه انسانی رو خواهد داد. بر علاوه کرونا، اگر مشکل دیگر ایجاد میشه از گونه روغتی، مثلا خدای نخواسته اگر کدام انفجار صورت میگیره، در این عرصه چقدر آمادگی دارد ریاست صحت عامه بلخ؟ خود شفاخانه حوزوی ابو علی سینای بلخی با ظرفیت 600 بستر در این بخش و سایر بیماری هایی که فصلی میباشه در او هم آمادگی دارد و خدای نخواسته اگر چنین اتفاق هم بیفته، صحت عامه بلخ آمادگی آمتام خود داره و بیمارستان های دیگه هم در سطح شهر موجود است، مراکز صحی گونه ها هم میتونند که به این مسائل بپردازند. گرچه آقای انصاری یک ده از ایمی حادثات کمتر شده، اما در بلخ ولسوالی های است که ناامن باشد یا تحت تسلط طالبان باشد، از اونجا چی خبره که وضعیت مردم که به ویروس کرونا اخته شدن در چی وضعیت هستند؟ ببینین، اولین فردی که از بیمارستان مزار شریف فرار کرده بود و مبتلا به ویروس کرونا بود، او رفت به یک منطقه که ساحه طالبا بود پناه برد و ولسوالی دولت آباد و از اونجا خود طالبا تماس گرفتن به صحت عامه بلخ و گفتن که این نفر ما گرفتیم، شما امبولانس روان کنین. یعنی که همکاری ها وجود داره و طالبا هم از این ویروس ترسیدند که حتی گفتند که در مناطقی که اگر ویروس شیوع پیدا میکنند ما درگیری ها را متوقف میسازیم. همکاری وجود داره و اون نفره که دوباره آورده شد به بیمارستان امی دیروز شفایاب شد و او را از بیمارستان رخصت کردند و ندامت میکرده از فرار خود. همچنان کمک هایی که قرار است از سوی دولت صورت بگیره برای افراد و خانواده هایی که زیر فقر زندگی میکنند 10,000 تن گندم است. والی بلخ گفته که بر تمام شهروندا و باشنده های بلخ که حتی زیر کنترل طالبا، ساعات زیر کنترل طالبا هم اگه زندگی میکنند، باید یکسانی کمک ها توزیع شود. چقدر هشدارهای وزارت صحت عامه جدی گرفته شده در سایه تجمعات و در سایه مشوره های صحی؟ یک بخش بزرگ از مردم این را جدی گرفتن که حتی ما بزرگترین جشن نوروز داشتیم که اوهو برگزار نشد و مردم در خانه های خود تجلیل کردن، اما بخش زیاده از مردم است که هنوز شوخی فکر میکنن این بیماری را و جدی نمیگرن، بدون از اینکه تمام توصیه ها را من نظر بگیرن در شهر گشت و گذار میکنن، در یک موتر بالاتر از 4-5 حتی 10-12 نفر سوار میشن. این مسائل واقعا که نگران ساخته شهروندای مزار شریف و اگر واقعا جدی گرفته نشه ویروس کرونا، اما
قسمی که مسئولین صحت میگه فاجعه ای را باید انتظار داشت. آقای انصاری، چند نفر در مرگ تا بال از این ویروس صحت یاب شده؟ در مجموعی که 11 مورد مثبت است، 3 نفر فوت شده که اونها مردان کهنسال بودند، 1 نفر شفایاب شده و متبقی هنوز بستری هستند، تحت مراقبت ها هستند، که در این میان 2 خانم شامل می باشه که امی 5 نفره که دیروز به این ویروس مبتلا شدند و تستشان مثبت تثبیت شد، اینها تاریخچه سفر ندارند و با کسای ارتباط داشتند که اونها با ویروس کرونا مبتلا بودند. و امروز خوشبختانه که تمام دروازه های ورودی شهر بسته میشه و حتی مسافرینی که از فاریاب و جوزجان و سرپل و از سمنگان از طرف شرق مزار شریف داخل اگر بخواهند شوند، برشان اجازه ورود به داخل شهر داده نمیشه و این روند تا اخیر امی ماه جاری، ماه حمل، ادامه پیدا میکنند. آقای انصاری، نرخ مواد اولیه چگونه است؟ در مزار شریف خوشبختانه که گذرگاه مرزی حیرتان داریم که از اینجا شب و روز از طریق خط آهن، از طریق کشتی و از طریق کامیون های بزرگ مواد غذایی وارد قلمرو افغانستان میشه و از مزار شریف و سایر ولایات انتقال داده میشه. به قدر کافی مواد غذایی پیدا میشه و همچنان ذخایر استراتژیک دولت هم پر از مواد غذایی است که روند توزیع از او هم شروع میشه و یک کمیسیون هم تشکیل شده تا نرخا کنترل شود در سطح شهر تا مردم نگران قحطی نباشند. همچنان شماری از بازرگان ها در گوشه و کنار شهر وظیفه گرفتند تا مواد اولیه را با قیمت ارزان بالای مردم به فروش برسانند. چی تدابیر گرفته شده اگر این قرنطینه از ماه حمل هم بیشتر دوام کند؟ هرچند مقامات یا حکومت محلی بلخ میگه که ما هرچی در اختیار داریم از او استفاده میکنیم و اتاق تجارت هم در این راستا اعلام آمادگی کرد، اما قسمی که تا بال بازرگانا برای 6000 خانواده فقیر تانستند که کمک بکنند، اما قسم گفته میشه که تا چند ماه دیگره که حتی این قرنطینه ادامه پیدا کنه و ویروس در گردش باشه و شمار مبتلایان هم بیشتر باشه، بر مردم اطمینان میتن که شما خاطر جمع باشین و ما دقیقا که آمادگی داریم. آقای انصاری، بیشتر خانواده فقیر هم داریم که روزمزد کار میکنن، چی خبره از اونها در بلخ دارید؟ از تقریبا 2 هفته پیش این مسئله را ولایت بلخ تنظیم کرده بود، به چند کتگوری لست ها تهیه شده و توزیع مواد خوراکی هم برای می افراد که کتگوری های گداها است، دست مزد است، کارگرهای سرچوک می باشه و افراد که خانواده هایی که زیر فقر زندگی می کنند لست ها تهیه شده و بر ازوار روند توزیع مواد خوراکی آغاز شد. تشکر آقای انصاری، سلامت باشید. دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است. آمریکا و ناتو خواهان شکلگیری حکومت فراگیر در افغانستان شدند. وزیر خارجه آمریکا و دبیرکل ناتو در یک گفتگوی تلفنی ایجاد یک حکومت فراگیر را در افغانستان برای رسیدن به یک راه حل سیاسی یک نیاز می دانند. موضوعی است که روی آن بحث می داشته باشیم. مهمانی که در بحث با خود داریم آقای محمد حیدری، آگاه سیاسی. آقای حیدری سلام، وقتت بخیر. میشه در رابطه به این موضوع بگین چنانچه امریکا و ناتو بر یک حکومت فراگیر اشاره کردن، یعنی شما فکر میکنین که یک راه حل سیاسی، یک حکومت فراگیر بتانه که ما را به یک راه حل سیاسی برسانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام بینده های خوب تلویزیون شما و با آرزوی سلامتی برای هموطنان عزیز ما. من فکر میکنم که بدون شکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی است که تمام دنیا امروز درگیر یک مصیبت دیگه به نام کرونا هست و هیچ کشور تقریبا بگم که حوصله از این نداره که در جنجال های داخلی کشور دیگه دومی مصروف شود. و در افغانستان هم این در حالی که
فعلا ناتو و ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور داره، اما تمام کشورهای عضو ناتو جمع ایالات متحده آمریکا درگیری های داخلی خود را هم داره. اگر در افغانستان یک حکومت همشکول و یک حکومت فراگیر خواسته های هم خواسته های ملت افغانستان و هم خواسته های جامعه جهانی را برآوردن نکند، و فکر کنم افغانستان ادامه پیدا خواهد کردن و هم قربان ادامه پیدا خواهد کردن، جامعه جهانی از علایقشان در افغانستان کم خواهد شد، افغانستان از مهمات توجه جامعه جهانی به یک نحوی به یک حاشیت بین جهان و کشورهای کمک کننده خواهد رفت، مخصوصا ایالات متحده آمریکا. و فکر کنم بیشتر از این حوصله از این نداره که در افغانستان بسازه. بله آقای حیدری، تلاش های زیاده به خاطر از اینکه این اختلاف ها از بین بره، سیاسیون هم تلاش داشتن، آقای یونس قارونی، آقای احمد حامد کرزی و همچنان بیشتری سیاسی تلاش های خود داشتن به خاطر از اینکه اختلاف ها بینشان از بین بره، اما هیئت هایی که تلاش ها از اینا بی نتیجه بوده، هیئتی که تعیین شده باید که اختلاف ها از بین بره، اما دیده میشه که تلاش ها از بین نرفت. دلیلش چی بوده میتونه؟ من از نظر شما چه زمان این تنش ها از بین خواهد رفت؟ خب من فکر میکنم که باز هم تاکید میکنم که تمام طرف ها باید دست خویشتن حل قضا با بهانه، ما هیچ چیزی را قبول نداشته باشیم، میانجیگری جامعه جهانی را قبول نداشته باشیم، از همکارای داخلی خود را قبول نداشته باشیم و این بحث به نتیجه نرسن. من فکر میکنم که زیانش به کل ملت افغانستان خواهد رسید، زیانش به نهادهای ملی خواهد رسید، زیانش به اقتصاد افغانستان خواهد رسید. یک نکته بس دیگه که من میخوام به استفاده از فرصت اشاره کنم، امروز جهان درگیر یک اپیدمی و درگیر یک در واقع معضل بسیار جدی هست. من فکر میکنم که عصر پس از کرونا یک عصر یک زمان کاملا متفاوت خواهد بود، و امروز زیانی را که کرونا به اقتصاد دنیا وارد کرده، اگر من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا همین یک میلیارد دلار خود هم کاهش بدن، ضربه بسیار بزرگ اقتصادی به اقتصاد افغانستان است، چرا که سال پیش رو عواید افغانستان تا 40% خوب خواب داشت و ما نمیتونیم عواید خود گردآوری کنیم. لذا به افغانستان، به کمک دنیا، به همکاری جهان، مخصوصا کشورهای بزرگ کمک کننده مثل ایالات متحده آمریکا ضرورت مبرم داره. ما باید با درک حساسیت موضوع و با درک شرایط تاریخی که برای جهان پیش آمده و افغانستان هم در این فضا و در این بستر متاثر از وضعیت میشه درک بکنن و در باره مسائل سیاسی با همدیگر کنار بیاین تا بتوانن بار دیگر هم کمک های جامعه جهانی را به دست بیارن و از طرف هم دشمن‌های پیدا و پیدانی که در زمین است و افغانستان را ببلن، جمهوریت را ببلن، ارزش‌های جدیدی که در افغانستان شکل گرفته اینا با خطر و با چالش تاجه بسازه به قوی برابر هم بتوانن در یک سر واحد هم مبارزه کنن. در غیر از او با نه اصلی به مردم افغانستان، دولت افغانستان، افغانستان، اقتصاد افغانستان خواهد باشه، ادامه این وضعیت طبیعتا دشوار است. بله آقای حیدری، چند پیش آقای غنی به اشاره کردند که کاهش یک میلیارد دلاری آمریکا هیچ تاثیر منفی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، نظر شما در این مورد چی هست؟ اتفاقا کاهش یک میلیارد دلار را که بگذاریم، کاهش 10 دلار کمک در این شرایط به اقتصاد افغانستان یک ضربه است، چرا که تمام جهان به طرفی به یک بحران اقتصادی عمیق میره. دیروز من مقاله از هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق ایالات متحده آمریکا را خواندم که گفتن جهان پس از کرونا یک جهان کاملا متفاوت خواهد بود. من حتی این نگرانی را دارم که کار به جایی برسه که دیگه جامعه جهانی حتی در رابطه با مسائل مربوط به افغانستان کوچکترین دغدغه هم نداشته باشه. امروز که خوب است حداقل مثبت یا منفی یک نظر می داشته باشه، چون در شرایط پس از کرونا با بحران سیاسی اقتصادی که دنیا مواجه هست، دیگه اولویت برش دولت های دومی و سومی نیست، بلکه خود کشورهاست، مردمش، اقتصاد ورشکستهش است و شرایط را که بعد از چی باید ایجاد بکنه، بعد از کرونا باید ایجاد شود، سرات باید فکر بکنه. رضا مدرد میکنم که ما باید نباید کار کنیم که شرایط حساس
همکاران بین المللی خود از دست بدیم، کمک 1 میلیارد دلاری تنها در یک سال است. یعنی در یک سال پیشونی 1 میلیارد دلار کم میشه، سال آینده 2 میلیارد دلار کم خواهد، سال بعدیش 3 میلیارد دلار کم خواهد. این سلسله مراتبی است، یعنی نه تنها در این سال که سالهای بعدی هم کم خواهد که ما به اکتاب برسیم تا از دست دادن جلوگیری بکنیم از اینکه حامیان بین‌المللی خود را در سطح جهان از دست بدیم. تا به حال ناتو و ایالات متحده آمریکا همکاران استراتژیک را کردی و اتفاقا بسیار خوب افغانستان در اقتصاد افغانستان یک اقتصاد تزریقی است، در مورد کمک‌های به جهان قد شود ما فعلا چیزی بدیل و آلترناتیو برای بهتر شدن اقتصاد افغانستان نداریم. بله آقای حیدری، دیده میشه تلاش ها زیاد به خاطر اینکه اختلاف ها از بین بره صورت گرفت، هم از جانب آمریکا و هم سیاسیون تا جای تلاش های خود را داشتن اما به یک نتیجه نرسیده. به نظرتان ادامه این تنش ها چقدر میتونه به نظرتان افغانستان به کجا خواهد برد؟ خب من بازم امیدوار هستم و تاکید میکنم که تمام طرف ها از پشتیبانی کار بگیرن. بحثی به یک فرد نیست، بحثی یک سال هم نیست، بحث آینده افغانستان مطرح است. به قول خیلی های ما که بحث جمهوریت مطرح است، بحث دموکراسی جوانی که ملت افغانستان و نیروهای قهرمان امنیتی کشور در 18 سال بیش از 100 هزار قربانی را در راستا پرداختیم، این ارزش ها مطرح است. لذا امیدوارم که سیاسیون افغانستان قضیه را درک کنه با توجه به اینکه شرایط حاد و بحرانی که بر سر ملت مظلوم افغانستان آمده که بحث کرونا است، بحث فقر است، بحث بیکاری است و بحث مشکلات صحی است، بحث نبود یک امکانات اولیه است. حتی امروز من بازم اکید میکنم که قبل از کرونا ممکنه مردم گرسنگی بکشن. معمید دو روز پیش در بخش از نقاط کابل کمک توزیع شده و برای هر خانه 2 کیلو گندم مثلا رسیده. آیا ما در ایام قرنطین میتونیم با 2 کیلو گندم زندگی خود پیش ببریم؟ اینا حکایت از یک وضعیت عادی نداره، این یک شرایط نرمال برای یک کشور نیست. بحران که معذرت میخوایم به تعبیر به کار میبرم، بحران که شاخ دوم نداره، وضعیت به حد پیچیده است که ملت افغانستان امروز در یک وضعیت بسیار فلاکتبار، در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی روحی به سر میبره. امیدوار هستم که سیاسیون کشور با درک اهمیت موضوع به کنار بیاین و به یک نحوی به نتیجه برسن و یک حکومت فراگیر به همه شمول را ایجاد بکنن. بله، به خاطر برآمدن از این وضعیت و این تنش ها که باید بین از اینها حل شود، راه بدیل چی میبینین آقای حیدری؟ خب هیچ چاره جزی نیست که ما با همدیگر بشینیم، همدیگر را بپذیریم. امروز خیلی وقت ها مثلا 2 قرن قبل کسی نتونست که کسی را حذف کنه. آلمانی ها و نازی ها نسل کشی یهودی ها را به دست گرفت، روی دست گرفتن، ولی نتونستن. امروز یهودی ها بیشتری اقتصاد جهان اختیار خود دارد. در افغانستان نزدیک از 2% یک قوم قتل عام شد ولی کس را حذف نتونست. اصل حذف، تاریخ حذف و تاریخ پیوسته، هیچ کس کسی را نمیتونه نادیده بگیره. اما فکر میکنم که روی کرد تسامح، روی کرد تصاحب و روی کرد مدارا، نواداری به همه ما پیشه کنیم تا بتانیم از این فصل دشوار اما ساز به خوبی عبور بکنیم. در غیر از او سانی که بر طبل اجبالیت دندگی میکنم، من فکر کنم محکوم و مخبور تاریخ حد و این وضعیت دشوار شما همه شما بین مردم تاریخ تحیید میشود ما مردم ها از این وضعیت سیاسی پایان پیدا بکنه و سیاسیون افغانستان کنار همدیگر بیاین. اما در صورت که این کار رو نکنن راه حل نمیست و بازم تاکید میکنم که هم محکوم امروز، هم محکوم فردا و هم محکوم تاریخ خواهند بود. بله، تشکر، ممنون از حضورتان در برنامه آقای محمد حیدری، آگاه سیاسی.
دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است. آزادی زندانیان طالب. یک هیئت طالبان برای گفتگو درباره رهایی زندانیان از قندهار به کابل آمده بود. مهمانی که در بحث با خود داریم آقای مقدم امین، آگاه سیاسی. آقای امین سلام، وقتت بخیر. میشه در رابطه با این موضوع بگین گزارش های نشر شده که طالبان هیئت خود را فرا خواند، این هشدار چقدر میتونه که جدی باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. به هر حال یک مشکل کلانی که ما در سطح کشور داریم برمیگرده به نظام سیاسی افغانستان. یعنی نظام سیاسی افغانستان ثابت در قضایای کلان ملی و در موقفگیری های بین المللی نداشت. شما میبینین که قبل از نتایج انتخابات لحن رئیس جمهور در رابطه با رهایی زندانیان کاملا فرق میکرد، حدوداً این را به عنوان یک خط قرمز اعلام کرد و بعد همزمان با نتایج انتخابات کاملا تغییر کرد و تایی حکم رهایی زندانی ها را صادر کرد و بر همین مبنا یک کمیسیونی هم تکنیکی تعیین شد و روی همین اثر یک هیئت فنی طالبان هم به کابل تشریف آوردن. یعنی زمینه برای رهایی زندانیان کاملا مساعد شد. اما امروز میبینیم که باری دیگر به یک چالش کلان در رهایی زندانیان متوجه حکومت افغانستان، طالبان و در مجموع افکار عمومی هست. ولی من فکر میکنم که این بیشتر بود امنیتی داره قبل از اینکه بود تکنیکی داشته باشه. قسمی که وحید عمر به نمایندگی از ریاست جمهوری عنوان کرد که گویایی که سران طالبان کسایی که بندی هستند، جرایمی بسیار کلانی را در افغانستان مرتکب شدند، اینها نباید شامل لیستی رهایی زندانیان بوده باشد. من فکر کنم که بعد از امضای قطر یا توافقنامه قطر هم طالبان به جنگ اصرار ورزیدند و هم موقف گیری دولت افغانستان به نفع منافع امریکا نبود و این حرکت های ضد نقض طالبان و همچنان حرفه های پراگنده دولت که منافع امریکا را به نوعی تهدید میکرد یک بار دیگر امریکایی ها را واداشت تا به دورنمای سیاسی افغانستان موضوع گیری کنن و بالاخره یک فرصت دیگه برای دو طرف بدن که تا یک نظام افغانستان شمول یا همه شمول و در مجموع متقای ساختار طالبان را برای یک ساختار سیاسی این زمینه را برایشان مساعد بسازن. بله آقای امین، شما هم یادآوری کردین چنانچه وحید عمر مشاور رئیس جمهور گفتند بدون قید و شرط ما نمیتونیم که زندانیان آزاد کنیم. پس آیا موقف حکومت افغانستان و ایالات متحده میتونه در این صورت نزدیک باشه؟ یک حسلی در حوزه سیاسی مطرح است که هر سیاسیونی، هر نظام سیاسی موقف خود باید بر مبنای افکار ملی و بین المللی جایگاه خودش تثبیت بکنه. آیا واقعا دولت افغانستان در موقعیت قرار داره که بخواهد ضمانت بگیر از طالبا که اینا دوباره این اسرایی که رها میشوند به خط مقدم جبهه بر نگردند و این ضمانت با چی سیستمی طالبا میتونن به دولت افغانستان بدن؟ شما میبینید در مذاکرات قطر قطعا طالبان حاضر نشدن که با دولت افغانستان به عنوان یک واقعیت ملی طرف گفتگو قرار بگیرن. پس مذاکرات بین الافغانی در توافقنامه قطر مطرح است، نه یکی با دولت افغانستان. به هر حال من فکر کنم یک چانس خوبی دیگه میتونه برای دولت و سیاسیون باشه که اینا نباید به جان هم بیفتن و اینا رو یک ساختار سیاسی و یک ساختاری همشمون و یک نظامی بر مبنای افکار ملی و منافع ملی اینها به یک نتیجه برسن. در اون صورت میتونن به یک قوتی در برابر طالبان و در برابر امریکا و در برابر ذهنیت‌های منطقوی به عنوان یک اصل موقف گیری کنن. با چنین وضعیتی موقف گیری دولت، من فکر بکنم که جز نابودی دولت چیزی دیگر نتیجه دیگر نمیتونه در پی داشته باشه. بله آقای امین، از نظر شما چرا حکومت افغانستان حق نداشته باشه که قید و شرط بگذاره در این زمینه؟ حداقل دو دهه که افغانستان در جنگ است، در حوزه اقتصادی، در حوزه امنیتی و در حوزه سیاسی و در مجموع افغانستان متکی به حمایت های بین المللی است. یعنی بحث اقتدار ملی و بحث حاکمیت ملی و بحث نظامی همشمول مبتنی بر اراده مردم در افغانستان هنوز شکل نگرفته.
زمانی که شما اقتدار نداشته باشین، حاکمیت در قلمروتان نداشته باشین، مشکلات اردو و پلیس و در مجموع امنیتتان خودتان نتونید تامین بکنید، بینن قطعا شما در موقف گیری ها نمیتونین فعال بوده باشین، یعنی باید به شکل منفعلانه وارد صحنه شوید. این جایگاه حکومت افغانستان با تاسف که گرچه این برای مردم افغانستان یک پوینت بسیار کلان منفی است، ولی دولت افغانستان نتونست از این فرصت ها و قیمت های بین المللی استفاده کنه و افغانستان به طرف خود کفایی ببره و امروز اردوی ما و پلیس ما و در مجموع امنیت ملی و اقتصاد کشورمان متکی به درآمدهای داخلی می بود و ما میتونستیم امروز به عنوان یک واقعیت موقف گیری میکردیم. پایان آغاز روز، وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.